بهیبال اومد، خیلی دلتنگ بودم، خیلی خوشحالم که باهات زفت میکنم، جز افرادی هست که افتخار میکنم باهاش همکاری دارم و قراره که در مورد نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا اسپانیا فرانسه صحبت کنیم. و همین اول ازت بپرسم که کی به نظرت میره فینال از این ور؟ یه سلام کنم به تو و همه مخاطبین خفنت. یه بحث جالب اینه که اصلا من واقعا دارم برات تنگ شده بود، خودم هم به چند بار گفته بودم. یه بحث جالب اینه که اسپانیا و فرانسه، ما داریم درباره اسپانیا صحبت میکنیم که من قبلا هم گفتم چه الان حذف بشه، چه قهرمان بشه، چه دوم بشه، هر اتفاق بیفته به نظر من جز مدعیای اصلی جام جهانی بعدی برای قهرمانیه، چون یه نسل خیلی خوبی دارن، تیمشون تلفیقی از جوان با تجربه است و این دقیقا همون تیمی که میتونه توی یه جام جهانی موفق باشه. اتفاقی که برای آلمان تو چند تا دوره افتاد و در نهایت به نتیجه رسیدن، برای اسپانیای قبلی هم افتاد و حالا این اسپانیا که واقعا شرایط ایده‌آلی داره. این نکته اول. و فرانسه‌ای که من امروز یه پست گذاشتم گفتم اگه انگلیس روباه مکاره، فرانسه اون گربه نره‌ای که کنارشه، تیمی که تو جریان بازی‌ها، البته اینو میگم منظورم لفظا به توهین به تیم فرانسه هوادارش اینا نیست، میدونید دیگه خدای کره خوندن هم نیستم زیاد خدا رو شد، تیمی که توی جریان بازی هیچ گلی نمیزنه، عجیب و غریب و خیلی یونانی داره بازی میکنه، دفاع خیلی مستحکم میاد بازی‌ها رو میبنده، ترسی از ضربات پنالتی نداره، حتی وقتی دیگو کاستایی که تو بازی قبلی هر ست پنالتیشو گرفته قرار تو دروازه بیسته، بازیکناش قشنگ مشخص تمرین پنالتی کردن وگرنه نمیشه اینجوری پنالتی زد خداییش، و میاد و با برنامه پرتغالی که حالا قطعا احتمالاً جزو پرطرفدارترین تیم‌های یورو بود به خاطر رونالدو رو حذف میکنه و این ریسک رو دشان به جون خرید که این بازی بره به وقت‌های اضافه، چون اگه یاد باشه آخرای بازی کاملا بسته بود بازی رو تو وقت‌های اضافه و پرتغال بیشتر داشت حمله می‌کرد، اگرچه یه موقعیت خوبم از دست داد اینم نگیم، و خیلی بازی جذابیه. یه نکته‌ای که درباره اسپانیا دارم مشتاق اینه که اسپانیا منو بیشتر از هر چیزی یاد تیمای خفنی که تو یورو بودن توی سال‌های اخیر میندازه. یکی از این تیمای خفن اگه یاد باشه هلند 2008 بود که اصلا پرپر کرده بود همه رو، همین ایتالیا رو نابود کرده بود، خیلی تیم عجیبی بود، ولی دقیقاً اونجا یکی کسی فکرش نمی‌کرد تو نیمه نهایی به روسیه بود، فکر کنم تو یک چهارم بودیم دقیقاً مرحله‌ش، به روسیه باخت، روسیه اومد و اون هلند بی‌نظیر رو حذف کرد، تو یک چهارم بود احتمالاً، چون روسیه که فینال برگزار نکرد، و خیلی 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 اونجا همه شوکه شدن چون واقعاً نسل بی‌نظیر هلند بود. و این اسپانیا انگار داره ما رو یاد این میندازه که چه جمهوری چکی که جام جهانی جام ملت‌های اروپا 2004 بی‌نظیر بود، قشنگ یادتونه دیگه، یان کولر، میلان باروش، ندبت، همه یه تیم خفن شده بودن، همه گفتن این تیم قهرمانه، بعد همه رو هم جروواجر کرده بود و قشنگ همه رو قبضه کرده بود، بعد اومد و خیلی عجیب به یونانی باخت که در نهایت قهرمان شد. امیدوارم این بلا سر این نسل اسپانیا نیاد، چون تیمی که همیشه خفن شروع میکنه انگار یه جایی کارش استوب میخوره. حالا به نظر من تو یه آمار یکی داری از این چند تا بازی آخر رو در رو اینا بده تا ما بیشتر با هم صحبت کنیم راجع به این قضیه تیم مقابل. خب ببین بذار اول به حرفات یه ریاکت بدم. از مرحله گروهی من خودم اون کسی بودم که وقتی مرحله گروهی تموم شد بعدم گفتم از 12 تا تیمی که تو تورنمنت‌های معتبر اخیر 9 امتیاز کامل رو گرفتن و شروع خوبی داشتن، دو تاشون سه تاشون تونسته قهرمان بشه. خیلی میبینیم تیمایی که خوب شروع میکنن، خوب گل میزنن، پرگل میبرن، مقتدرانه میان بالا، نیمه نهایی، یک چهارم نهایی یا تو فینال ناکام میمونن. و هنوزم به اسپانیا این حس رو دارم، بدون شک بهترین تیم این تورنمنت تا اینجا بوده. یعنی همین الان این تورنمنت تموم بشه و بگن آقا نمیخواید نیمه نهایی رو بازی کنید، فینالی نمیخوایم برگزار کنیم، باید جام ببرن، اسپانیا تحویل بدن، تو این شکی نیست، تو نسلشون هم شکی ندارم، اما همینجوری اونا دارن میان بالا با اقتدار و اگر قراره که ضد حال بخورن هواداراشون، بازیکناشون و تجربه ای کسب کنن، اینجا جاشه که ببازن. به قول خودت یه نسل فوق العاده ای رو ساختن و دارن میسازن و با پیشرفت کنار همدیگه دارن جلو میرن و اگر همین جام حتی یه تجربه ای کسب کنن باعث میشه که یه جام جهانی، یه یورو یا حتی دو تا جام جهانی، دو تا یورو بعدی بتونن واسه قهرمانی قشنگ بجنگن، ولی با تجربه. بازیکنای جوان زیاد دارن، زدن تنگ یه سری بازیکن با تجربه مثل کارباخال. اما در مورد نمودار بخوام صحبت کنم، بعدش سوالم رو کامل جواب ندادی، بعدش شما این سوالم رو جواب بدی که دوست داری کدوم تیم ببره، به نظرت کدوم تیم ببره، اینم به من جواب بده. اسپانیا مرحله گروهی رو کاری نداری،
بذارید من نمودارم فکر کنم اشتباهه. آها گرجستان، 4-1 گرجستان رو برد. گرجستان رو با پرچم انگلیس اشتباه گرفتم، خیلی شبیه هی دارم میام خدای اینا اصلا با هم دیگه بازی نکردن توی یک هشتم نهایی 4-1 گرجستان شکست داد، توی یک چهارم نهایی آلمان میزبان رو 2-1 شکست داد. من طرفدار آلمان بودم و واقعا قلبم شکست، اما عادت کردیم توی تورنمنت‌های اخیر داریم همینجوری وام میدیم، اما مرحله گروهی بالا نمیاییم و گن میزنیم و فکر کنم باعث شادی دل آقا بهروز عزیزم هست. و حالا رسیدم به فرانسه. فرانسه از این ور بلژیک رو 1-0 برده، پرتغال تو ضربات پنالتی شکست داده، CR7 دوستاش رو فرستاد خونه و حالا رسیده به نیمه نهایی مقابل اسپانیا. من میخوام ترکیب آخرین بازی این دوتا تیم رو هم بخونم و ببین مثلا چجوری. یه اونای سیمونو دارن تو دروازه، کارواخال، نورماند، لاپورته، کوکوریا، رویز، فابیان رویز، رودری، پدری، یامال، موراتا و ویلیامز. یعنی بازیکنها رو دونه بدونه میبینی دارن اصلا بازیکنهای صاحب سبک، بازیکنهای فوق‌العاده خفن. از اون ور فرانسه مانیا رو داره، اوپامکانو رو داره، سالیبا رو داره، هرناندز رو داره، ژول کونده رو داره، کانتر رو داره، شوامنی رو داره، کاماوینگا رو داره. فکر کن شوامنی و کاماوینگا رو همزمان یه تیم در اختیار داشته باشه. گریزمن رو داره، موانی و امباپه که احتمالاً لاین اپشون توی این تقابل هم شبیه به همین باشه، تقریبا میشه گفتش با همین ترکیب به میدان میان. یه نکته آماری دیگه میگم بعدش بریم سراغ سوالی که پرسیدیم. توی 7 بازی اخیر 3 فرانسه برده، 3 اسپانیا، یه دونه تساوی داشتیم و خیلی جالبه توی 6 بازی اخیرشون هیچ تیمی نتونسته بیشتر از 2 گل بزنه. 2-1، 2-0، 1-0، 1-0، 1-1، 2-0. نتایج این شکلی بوده. و سال 2006 فرانسه تونسته تو جام جهانی 3-1 اسپانیا رو ببره و این میشه گفت پرگل ترین بازیشون تو 7 بازی اخیر برمیگرده به سال 2006. حالا کدوم تیم به نظرت میبره و کدوم تیم دوست داری ببره؟ یه نکته جالب که درباره اول اینو بگم، درباره ترکیب گفتی، چقدر رویز خفنه. اصلا کی فکرش میکرد که این بازیکن انقدر خوب باشه تو این جام؟ من فکر میکردم پدری قرار وسطو جمع کنه. پدری عالی بوده، پدری تو سیتی هم بی‌نظیر بوده، ولی الان که دقت می‌کنم ببینم رویز خیلی انگار نکته و مهره مهمتریه. می‌دونی من یادم کی میندازه؟ من یادم مارکوس سنای میندازه که توی مسابقات جام ملت‌های 2008 کسی روش مثلا حساب نمی‌کرد، یه بازیکن پاوسن گذاشته رو یه آرگونز دعوت کرد و وسط زمین رو براشون جمع کرد. الان رویز که خب خیلی‌ها می‌دونستن بازیکن خوب تو پاریس سن ژرمن اگه اشتباه نکنم بازی می‌کنه. آره تو پاریس سن ژرمنه و میونه که الان میتونه بگم که پاریس سن ژرمن 1-2 ساله از ابر ستاره و فوق ستاره خریدن رفته سراغ بازیکن عملکردگرا، بازیکنی که واقعاً حرف برای گفتن داشته باشه. رویز یکی از این بازیکناست، ویتینا یا ویتینیا یکی از اون بازیکناست که من بهش اعتقاد دارم. 29 سالشه و شماره 8 پاریس سن ژرمنه که با 35 میلیون یورو ارزش توی ترانسفر مارکت داره به کارش ادامه میده که قطعا بعد یورو ارزشش بیشتر هم میشه، اما احساس میکنم از اون بازیکنای تک تورنمنت ملی باشه. حالا ادامه بده. آره داشتم میگفتم توی همچین شرایطی خیلی عالی بازی کرد. یکی دو یه نکته بالی گفتی، فرانسه 2006 تیم عجیب و غریب و جالب اسپانیا 2006 رو حذف میکنه، یکی از پرامیدترین تیمای اسپانیا. اگه اشتباه نکنم اون بازی اسپانیا گل اول زد، دقیقاً حافظم یاری نمی‌کنه، ولی فرانسه اون بازی رو 3-1 برد. گل آخرم که زیدان زد، اصلا شروع درخشش عجیب و غریب زیدان تو اونجا میجوری از این بازی استارت خورد. گل آخرم اگه یاد باشه فکر کنم زیدان کارلوس رو معف کرد و برخلاف جدی کاسیاس زد این کنج دروازه، بازی 3-1 شد و ریبری هم تو اون بازی گل زد که این قشنگ یادمه. و نکته جالب می‌خوام اینو بگم، اون نسل درخشان اسپانیا رو همونجا تیم عجیب و غریب زیدان قلقم کرد و این نسل درخشان و این تیم عجیب و غریب فرانسه که خیلی خیلی مرموزه میتونه اینجا قلقم کنه و حذفش کنه از اینجا. اینم یه نکته جالبه، یعنی قرار دوباره خاطرات تلخ جام جهانی 2006 برای این اسپانیای جذاب، اون اسپانیام خیلی جذاب بوده خود 2006، فوق‌العاده بود تیمشون، تکرار بشه، یا یعنی اینکه نه قرار این اسپانیا مسیر خودشو پیدا کنه و بره فینال و حتی قهرمان بشه. من شخصا دوست دارم اسپانیا قهرمان بشه. چرا؟ چون اولا فوتبال جذاب بازی میکنه و فوتبال نیاز به این داره که شما تیمای جذاب ببینید، تیمایی که گل میزنن، حمله میکنن، بسته بازی نمیکنن، ستاره های جوان آینده دار دارن. یامال و نیکو ویلیامز خیلی خوب بودن تو این جام و فراموش نکنیم جمع سنشون با هم اندازه سن من احتمالا و
خیلی جذابه برام که همچین بازیکنایی میتونن منو تو این سن جذب کنن. این خیلی برام مهمه و خیلی چیز قشنگ و خفنی بود تو اینجا. و من دوست دارم که اسپانیا واقعیتش ببره. فرانسه رو دوست نداشتم تو این جام، چون تیمی که انقدر پرمهره است نباید انقدر فوتبالش گره بخوره و انقدر دفاعی بازی کنه. به نظر من بهترین بازیکن فرانسه واقعا دفاعش بودن دیگه. سالیبا واقعا دفاع خیلی خوبی بود تو این جام، گلرشون هم خوب بوده و آمار واقعا خط دفاعیشون بی‌نظیر بوده، ولی تیمی که امباپه تو خط حمله داره، دمبله رو داره و گریزمان رو داره، نباید انقدر برای زدن یک گل تو وقته عادی کارش گره خورده باشه که تک گلش از روی ضربه پنالتی بوده باشه و گل به خودیایی که تقدیمشون شده. بسیار عالی. ببین یه چیزی گفتی و من میخوام یه حرف بزنم، یه لفظ عجیب و غریبی بیام. منم مثل خودت دوست دارم اسپانیا ببره، ولی برخلافت احساس میکنم فرانسه بزنه و بره بالا. این شاید یادگاری بمونه، ما مثلا 6 سال دیگه به این بگردین دنبال اون ویدیو مثلا پرمید یادت فلان حرفو زدیم فلان روز. اون فرانسه تو 2006 اومد اون اسپانیای خوب و اون موقع هم آینده دار بود رو حذف کرد و اسپانیا اومد تو یورو 2008 چیکار کرد، تو جام جهانی 2010 چیکار کرد، تو جام تو یورو 2012 چیکار کرد. یعنی ممکنه واسه اسپانیا و این اسپانیا هم همین اتفاق بیفته، نسل جدیدش به هر حال این نسل توی مقابل فرانسه حذف بشه ولی بیاد توی جام جهانی و یورو و جام جهانی، یعنی سه تا تورنمنت مهم بعدی خودی نشون میده. و به هر حال یه لفظ یه آمار دیگه بگم بهت و اگر گفتنی مونده بهش اشاره کنیم. اسپانیا توی 8 بازی اخیرش نباخته و 7 بازی اخیرش رو برده. فرانسه از اون بر اون هم توی 8 بازی اخیرش نباخته و اینجا یه ذره آمار اینجوری میشه. اگه من میگم بازی در زمین حریف، بازی که به هر حال حتی مثلا اگه میزبان آلمانه یه تیم مهمانه یه تیم میزبانه، اینو در نظر داشته باشید. توی 2 بازی خارج از خونه اخیرش فرانسه گل نزده و توی 5 بازی خارج از خونه اخیرش هم شکست ناپذیر بود با اینکه تو 2 بازی اخیرش هم گل نزده. این آماری بودش که میتونستیم بهتون ارائه بدیم و همینجا نمودارم گفتیم، مسیر دو تا تیم تا نیمه نهایی رو هم گفتیم. اگر گفتنی مونده بگو. و دوست دارم در مورد آقای دشان و دلوفونت هم حرف بزنه، مربیان اسپانیا و فرانسه. البته به ترتیب نگفتم اسمشون. یه نکته جالب اینه که فرانسه جدا از اینکه تا اینجا جام چیکار کرده و ما میگیم آقا خیلی تیم اوکی نبوده تو حمله اینا و عوضش اسپانیا خیلی خفن بوده، ممکنه واقعا از این بازی استارت بزنه اون چیزی که نیاز داره رو و نه دیگه روش کنه. در مورد این بازی به نظر من همه الان شاید فکر کنن که واقعا یه بازی بسته و کم گل از فرانسه قرار ببینن، ولی شاید تیمی که توی چند تا تورنمنت اخیرش تو اکثر تورنمنت مهم به نیمه نهایی و حتی فینال رسیده، قراره همچین جایی با داشتن این همه مهره خفن بیاد یهو خودشو ثابت کنه. کسی چه میدونه، فوتبال دیگه و همه این آمارهایی که ما میدیم یه جایی میبینی کاملا معکوس از آب در میاد و خلافش یهو ثابت میشه. یه واقعیتی که ما داریم تو فوتبال کامل تجربهش میکنیم. این تا اینجا. در مورد دوتا مربی، مربی اسپانیا مربی مورد احترامیه برام چون سبک میاره. مربیایی که سبک میارم، مربیایی که صرفا نمیگم فقط با مهره ها بازی کنن، از مهره هاشون درست استفاده میکنن، از رویز درست استفاده کرده، از رودری داره عالی استفاده میکنه، حتی موراتایی که به نظر ما خیلی مهاجم خفنی نیست داره تو این تیم اسپانیا دقیقاً اون چیزی که مربی ازش میخواد و به نحو احسن انجام میده. و دقت کنید که اولمو میاد براشون گل میزنه به عنوان بازیکن ذخیره، یعنی قشنگ تیمو توازنش حفظ کرده. تیم به قول ما ترازه و یه تیم تراز همیشه تیم خفنی و این نشون میده مربی خیلی مربی مهمی. همونطور که به نظرم مارتینز واقعا توی پرتغال افتضاح بوده، همونقدر که توی بلژیک افتضاح بوده. پس صرفا داشتن مهره لازم، فقط صرفا داشتن مهره دلیل نیست که شما موفق باشید. و اینجا من یه مقدار عقب نشینی میکنم درباره گواردیولا که همیشه میگفتم که آقا چون مهره داره همیشه موفقه. واقعیتش اینه که آره باید اینم اذعان کنیم که مربی علیرغم داشتن مهره باید خودش هم فکرش کار کنه و سبک داشته باشه، باید واقعیت ها رو گفت. یکی این، یه قضیه دیگه در مورد مربی تیم ملی فرانسه. دشام آدم عجیبیه. اولین چیزی که از من از دشام تو ذهنمه دو تا مورد، یکی حضور با موناکو توی مسابقات چمپیونز لیگه و فکر کنم که اون موقع که با پورتو رفتن فینال مربیشون دشام بوده دیگه که کاپیتانشون اگه شما نکنم آره رودریگو 2004 آره رودریگو جولی کاپیتانشون بود و مربی دشام بود. یک جای دیگه که شما دشان رو بیاد میارید، همراه با تیم یوونتوس میره به سری B و اونا رو به سری A برمیگردونه با اقتدار کامل.
دو تا چیز جذاب از دشام تو ذهنتون میاد، بعد میبینید یه مدت نیست، محو اونقدر ها افتخار خاصی نداره تا سرمربیگری تیم ملی فرانسه رو بهش میدم و واقعا فرانسه رو به قهرمانی جام جهانی رسونده، به یورو توی یورو حضور داشته و تو این یورو هم داره کم کم دوباره شاید فرانسه رو میبره به سمت الان که تو چهارتاه، همین که تو این فرانسه تو چهارتاه، بالاخره جدا از هر آماری هر اتفاقی و هر گلی یه نکته خیلی مثبتی برای مربی دیگه، تو آمار مثبت اون مربی قطعا ثبت میشه. هر سبکی آقا یونان 2004 اومد با یه سبک عجیب و غریب با آتوری هاگل قهرمان شد، هنوز که هنوز میگن آتوری هاگل، در حالی که قبل از اون خیلی اسمی از آتوری هاگل با اون همه عظمتش نیست. آتوری هاگل با بایر مونیخ خوب موفق بوده، با وردر برمن قهرمان شده، کایزرلاتن از سری از بوندسلیگا 2 میره بوندسلیگا 1 قهرمان میشه، شاید اینا ریشی ندونه ولی همه اونو با قهرمانی یورو که تورنمنت ملی به یاد میارن، این یه واقعیتیه دیگه. پس ما باید بگیم واقعا دشام مربی موفقی بوده که نگهش داشتن علیرغم سبک بازی عجیب و غریبی که داره از خودش ارائه میده و عقبه خوبی هم داره. جام جهانی قبلی هم شاید اگه جادوی امیلیو مارتینز نبود مانی دوباره فرانسه رو میتونست قهرمان کنه، اگرچه مانی تو بازی آخر هم یه موقعیت خیلی خوب جلوی پرتغال همونجوری خراب کرد که برام عجیب. به نظر من در کل قرار بازی ببینیم که بیشتر واقعا همون جنگ مربیاه و تفکراتی که دشام داره و تفکرات مربی اسپانیا. امیدوارم که ازش اسپانیا سرغلن بیرون بیاد چون بازی جذابی میکنه، ولی به قول تو از فرانسه که اینقدر تیم مرموزیه و الانم بازیکناشون به شدت از نظر روحی اوکی ان، چون اون حزب سیاسی که اونو دوست داشتن و همش داشتن ازش حمایت میکردن امشب برنده شد و این به نفع مهاجرین فرانسه است، همونایی که الان دارن تیم ملی فرانسه رو تشکیل میدن در حقیقت. پس از نظر روحی الان خیلی وضعشون بهتره و نکته جالبی همینه که این حزبشون هم تا آخرین لحظه عقب بود و تو دور دوم یهو اومد با حمایت بازیکن‌های فرانسه یه جورایی برنده این قضیه شد و ببینید که پس مردم فرانسه این تیم ملی رو دوست دارن که حرف بازیکن‌هاش یه جورایی گوش کردن دیگه. به نظر من بازی جذابی می‌بینیم به امید موفقیت اسپانیا، ولی از فرانسه خیلی می‌ترسم. بسیار عالی، ولی من یه چیزی رو اضافه کنم، حرف آخرم باشه، نکته دیگه ای نمونده؟ نه اوکی. پس من اینو اضافه کنم، حالا عقد شخصی به دشان که واقعا قابل احترامه، هم به عنوان بازیکن هم به عنوان مربی افتخارات زیادی رو کسب کرده و اصلا رکورد دارم هستش که هم به عنوان بازیکن هم به عنوان مربی جام جهانی گرفته، حالا اینه بماند. اما یکی از بهترین نسلایی که حداقل حقش یه دونه جام جهانی و یه دونه یورو دستشه، یعنی 3-4 تا ترکیب از سال 2016 و شما دیدید اومدن تا فینال، میزبان هم بودن، به پرتغال باختن فینال رو، کاری ندارم حقشون از نظر فنی برد بود یا نه، به هر حال قهرمان نشدن و الان 2016 پرتغال قهرمان شد. یعنی اگر این فرانسه و این دیدیه دشان امسال یورو رو نگیره، عملکردش به نظر من قابل قبول نیست. شما یونان رو گفتی که بالاخره یونانه، ولی فرانسه با این اسکواد حداقل حقش یه دونه جام جهانی و یه دونه یورو هست که من حالا میگم از نظر کارنامه‌ای واجبه واسهشون و لازم و نیاز دارن که این یورو رو با این نسلشون بگیرن و حرف دیگه ای ندارم. شما حرف آخر خودت بزن و خودت هم خدافظی کن. این هم در نظر بگیریم که فرانسه 24 سال قهرمان یورو نشده دیگه و 24 سال خیلیه برای مردم فرانسه، که مردم به شدت مغروری هستن دیگه، معروف هم به این قضیه، یعنی کمی از انگلیسی ها ندارن تو ادعا و سر همین اونا به شدت تشنه اینجا هستن و قطعا براشون مهمه. و این هم فراموش هم سایه سنگین زیدان همیشه در هر حالت بالا سر دشام هست و بعدش هم نمیاد زیدان قطعا سرمربی فرانسه بشه و اونا دقیقاً کسی که دوست دارن سرمربی میشه مردم فرانسه قطعا زیدان. پس با همه این داستان ها به قول خود دشام اگه این جامو نگیره و شاید حتی فینال هم بره و قهرمان نشه، دیگه داستانش با فرانسه حالا با هر افتخاری که به دست آورده اینجا تموم میشه. به نظر من بحث این دوتا بازی، این بازی خیلی بحث خوبی بود، کامل بود به نظرم، این بحث بهتره همینجا جمع بشه و فکر نکنم دیگه نکته مونده باشه. بسیار عالی، دمت گرم، همه مخاطبا دم شما هم گرم و خدا نگهدارت.